به ادامه صبح و زندگی خوش آمدین و بخش رنگین کمان برنامه است. این بخش برنامه هم دخترای بسیار با استعداد با خود داریم با نقاشی ها و تابلوهای زیبایشان که بیشتر در رابطه با نقاشی هایشان صحبت هایشان را می داشته باشیم. صوفیا نادری و تهمینه امانی. صوفیا جان خوش آمدین، صبحتان بخیر. تا توانی زاندی بر تن درست، تا که داند آنچی دارد از هان تو، زان به درها بردی این درویش را، تا که بشناسد خدای خیش را. سلام خدمت شما بصیره جان مکسی برنام، خدمت تمام بیندگان تلویزیون آریانا، امید که همشون لباس عافیت بر تن داشته باشند و از گزند روزگار در امان باشند انشالله. بسیار تشکر صوفیا جان. تهمینه جان خودتون خوش آمدی، صبح خوش باشین. سلام خدمت شما بصیره جان، بیننده های عزیز، همکاران عزیزتان، و اطمینان هستم که صبح زیبا و خوش را آغاز کرده باشین. انشالله. شما چطور آغاز کردید صبح؟ سرالی صوفیا جان چطور آغاز کرد؟ بسیار خوب بود. چی تفاوت داشت صبح امروز تان با دیگر روزا؟ خب امروز کم هیجانی بودیم به خاطر برنامه نسبت به روزای دیگه. ما که خرد بودم زمانی که هیجانی می شدم یک چیز باز مرا شو خو نمی برد. شما چطور؟ شب خوب است که مک وقت را آدم بیدار میشن نسبت به دیگران. خب بسیار خوشحال هستیم صوفیا جان و تهمینه جان که همراه ما هستین. و اول میشه صوفیا جان درباره خود بگویی که سنف چند هستی، چند سال هستی، چقدر وقت میشه به نقاشی و رسامی آغاز کردی؟ سنف 11 مکتب هستم، 17 ساله هستم و مدت 7 ماه میشه که من رسامی را به طور مسلکی میآموزم. بسیار خوب. و تهمینه جان چند سال هستی خودت؟ چقدر وقت میشه؟ 18 سال هستم، تقریبا مدت 7 ماه میشه که رسامی میکنم و فارغ صنف 12 هستم. بسیار خوب، آفرین. کدام نقاشی ها مربوط خودت میشه تهمینه جان؟ از من فکرم دو پایین است. خب بسیار خوب. در چقدر وقت یک نقاشی رو تمام کردن میتونیم؟ مثلا امون تصویری که اونجا است همکاران میبینن، فکر کنم که او هم یک پرنده است. اونا هستم است. خب بسیار خوب. میشه در بارش مال پروانه است. در چقدر وقتی را نقاشی کردی؟ ارتا ظرف یک ساعت فکر میکنم تمام شد. به ظرف یک ساعت تمام شد. بسیار خوب. و این نقاشی مربوطی کی میشه؟ مربوط من میشه. بسیار خوب. در چقدر وقتی را نقاشی کردی؟ در بارش کم معلومات بده. که رسم است، رسم تخیلی می باشه که نیمه رنگ است و نیمش پنسلی می باشه و مدت تقریبا 2 ساعت کار کردیم سرش. بسیار خوب. و یک گرگ است که فریاد زده. بله. بسیار مقبول. ایره دیگه از روی کدام تصویر نقاشی کردی یا متو؟ تخیلی. تصویر. بسیار خوب، آفرین. و این خانه است کیست که نقاشی کرده؟ این مسجد شاید شمشیر است، از ما سبک آبرنگ است. بسیار خوب. که کار کردیم. و این رسومیش نقاشیش رنگی روغنی است یا؟ نه با آبرنگ است. با آبرنگ شده. آبرنگ روغنی یکمه که نزدیکی به یک دیگه خود دارن. و بعدیش؟ وام سبک آبرنگ است که از طبیعت کار شده. کار خودم می باشم و مدت 3 ساعت زمان گرفته که تمام شد. بسیار خوب. تهمینه جان کدام نقاشی برای خودت راحت است؟ البته رنگ و میزیش که با آب رنگ باشه یا رنگ های خشک باشه یا سیاه و سفید باشه؟ خب من فعلا رنگ های پنسلی هستم، تا هنوز آب رنگ کار نکردیم. دیگه بر من بیشتر پنسلی فکر کنم که آسان تر است. بسیار خوب. و برای شما چطور؟ بر من پنسل خوبتر است نسبت به آب رنگ. صوفیا جان در کدام وقت بسیار راحت می باشن، احساس راحتی می کنن و در موقع می توانن خوب نقاشی کنن صوفیا جان؟ وقتی که آدم آرام باشه می تونه خوبتر نقاشی کنه و بسیار خوش باشه، می تونه که اثرهای خوب داشته باشه. بسیار خوب. وقت ها خوب است. و تهمینه جان چطور؟ خب من کمیشه فکر میکنم که میشه وقتی که حال آدم خوب نباشه نقاشی بهترین راست به خاطر خوب شدن حال آدم، بخوان ذهن آدم تغییر میده. بله. بسیار خوب. خیلی تجربه شه داری؟ بله. کسایی که خیلی نقاشی یاد ندارن و چطور کنن؟ و دیگه از دل خود یک چیز رسم میکنن؟ میتونن بکنن. چهره هم رسم میکردید صوفیا جان؟ بله، چهره رسم میکردیم، فعلا نوردیم ولی چهره های زیاد کشم. اولین چهره را که رسم میکردی اسکی بود؟ اولین چهره مکمل که رسامی کرده بودم از استاد ما بود، احمد رشید رشید. بسیار خوب، از استادتان. و تهمینه جان خودت چهره رسامی کردی؟ بله چهره رسامی کردی. از کیره؟ خب من تو از هر کسی که باشه رسامی میکنم. از خود هنوز رسامی نکردی؟ نه خیلی، دانش از خود نکردی.
خب تصمیم داری که رسام میکنی؟ تا فعلا خونه ایم. تا فعلا نه. چرا بیشتر از رسام و کسایی که نقاش هستن به کشیدن شعری خود علاقه ندارن؟ صوفیا جان؟ نمیفهمم این سوال بعض وقتا من پرسان میکنم از خودم چرا نمیخوایم که رسامی خود بکشم، همیشه میخوایم از دیگرها رو بکشم، تولی نشده که هیچ وقت فکر کرده باشم که باید رسامی خودم بکشم. تهمینم نیافته جوابی سواله؟ من ممروی صوفیا جانم نظر استم. خب خدا کنه که جوابی این سوال پیدا کنیم. این فکر کنم مربوط تهمینه جان میشه. بله. بسیار خوب. و میشه در بارش یکم معلومات بتیم؟ کم از رس مفهومی باشه که غروب و نشاط میته که یکم پردازش متفاوت میباشه که پرداز نقطه یک کار شده. بله. که مدت کارشم پیش از نیم ساعت میباشه. نیم ساعت. خوب است. وقت کمره گرفته و خیلی زیبا و بزرافت هم این رسم رسامی شده و بعدیشم ببینیم چقدر یک چهره زیباسی. خیلی زیباست. دیده چقدر وقت رسامی کردیم؟ بیش از یک و نیم ساعت رسامی کردیم و صرف کشی دیالیزم می باشه. بسیار خوب. خیلی زیبا هم هست. این دیگه من توی یک سعودی است از کدام کس مشخص نیست؟ نه خیلی رسامی. بله خیلی زیباست. و این تقدیر ناماز کی است؟ اینا از ما هستن، لوگوهای افتخاری هستن، به خاطر همین رسمایی که کار کردیم از طرف استاد ما برای ما داده شد. بسیار خوب. و چقدر خوب است زمانی که استعداد شاگرد از طرف استاد حمایت میشه، تشویق میشه، واقعا خوب است. و دیگه هم با مو شاگرد روحیه میته و تشویق میشه که تا بهتر و بهترتر کار بکنه. و تقدیرنامه های بعدی هم اینجا هست و من میگیرمش ببینم که اینا از کی است؟ اینجا خو نام مقبول صوفیا جان نوشته است که یه صوفیا جان بله. است. تقدیر نامه است که با خاطر این رسمایی که کار کردیم از طرف استاد ما برای ما داده شده. این هم از طرف استاد؟ بله و این از طرف استاد. بسیار خوب. کدام رسامیت تو حال به فروش رسوندی؟ به فروش خو رسامی که کشیدیم به فروش نرسیدیم، ولی چراهایی که کار کردیم به فروش رسوندیم. بسیار خوب. یا هم مربوط صوفیا جان میشه. تا چقدر به فروش رسوندی؟ از قیمتی که از زحمت که خودت میکشی روزی هستی به قیمت بله به فروش رسیده میشه؟ بله از پولش کردم و آدم که رسامی میکنه مهمتر از پولش قدر مهم نیست. بله بسیار خوب. اما عشق و علاقه تو مهمتر است که برای نقاشی داری. و تمامی تقدیرنامه هاست صوفیا جان است، یه هم از تهمینه جان است. تهمینه جانی را از طرف رسومیتون گرفته؟ بله. بسیار خوب. و یه هم از تهمینه جان لوح تقدیرشان هست. چقدر خوب است در یک حوزه کاری که ما کار میکنیم بهتر بدرخشیم و بعد از اون تشویق شویم. بله. صوفیا جان چی پلان ها داری به خیر در رای که رسامی میکنی؟ میخوای میرا را ادامه بدی یا پلان های دیگه هم داری؟ میخوای میرا را ادامه بدم و پیشرفت زیاد کنم، مثل استاد ما پیشرفت های زیاد کنم، تنها در بخش رسامی نه، در بخش های دیگر رو میخوایم که پیشرفت داشته باشم. بسیار خوب. و تهمینه جان خودت چی پلان ها داری بخیر؟ ما میخوایم که ادامه بدم و میخوایم پیشرفته زیاد درسی رسامی داشته باشم، بخاطر اینکه بسیار شوق علاقه زیادی داریم و بسیار شوق علاقه زیاد شروع کردیم رسامی را و میخوایم که حداقل به یک جای برسم و یک رسام خوب و عالی شوم. انشالله که میشه بخیر. از رسامی هایتون معلوم میشه که موفق هستن و میتونن که پیشرفت بکنن. از اعضای خانواده کدوم کس را رسامی کردی تاله؟ فقط از از خوشای ما میشد از یک شنه کرده بودم دیگر. خوش کردن؟ بله خوش کردن. و صوفیا جان کدام خاطره بعد داری از زمان رسامی کردنت که رسامیت خراب شده باشه؟ نه خیر، همیشه خاطرات خوب از دوران رسامی داشتیم و هیچ وقت نشده که خاطره بد داشته باشه. یک شب قسمی کنی خاطره خوب و جالبت که هیچ وقت فراموشت نمیشه؟ اما روزایی که دم کورس داشتیم خاطرات جالب است که همیشه به یاد ماندنی است. بسیار خوب. و تهمینه جان از خودت چطور کدام وقت به این رسامیت رنگ چپه شده، رسامیت خراب نشده؟ فقط یک دفعه که در چهره رسیده بودم یک دختر رسلی بود و را کار میکردم، واقعا بسیار زیبا آمده بود، اما فقط یک قسمتش امروی رنگ پاکش پیشم خراب شد که بسه رسم ما خراب کرد. خراب. بسیار جگرخون شدم و بسیار بدترین خاطره است برم. خب خیر، میگه تو که نیفتی
استادن یاد نمیگیری و همه مادر حوزه‌ای که کار میکنیم حتما با مشکلات برمیخوریم، با چالش‌های برمیخوریم که باید ازش تجربه بگیریم تا دوباره تکرارش نکنیم. سوفیا جان، کدام وقت قارد سر رسومی اومده که قارد سر رسومی خالی کرده باشی؟ فعلا نه، یک وقت پیش از اینکه رسومی رو به طور مسلکی آغاز کنم اما قسم میکردم، باز رسومی میکردم، باز ورقه ها رو پس دوباره پاره میکردم، خط خطش میکردم. باز حالی کار نکردیم به خاطر که هر رسم بر ما بسیار دوست داشتنی است. بسیار خوب. خوب اوائل اما تو رو میباشد تا بله. عادت میکنی. بسیار تشکر تهمینه جان، سوفیا جان از اینکه به برنامه ما آمدن. تهمینه جان چی پیام داری به بیننده ها؟ اول میخوام تشکری خاص کنم از استاد ما استاد راشد رشید که در عرصه بسیار زیاد سر ما کوشش کردند که ما تانستیم با زحمات استاد و تلاشایی که خود ما کردیم به چیزی که میخواستیم برسیم، و یک تشکری از فامیل عزیزم که حمایتم کردن و دوستان گرامیم که همیشه تشویقم کردن در عرصه. و پیام بر همگی این است که همیشه به خاطر اهدافشان بجنگن، اگر خسته شدن، اگر شکست خوردن، اگر افتادن، اگر ترسیدن، باز هم هیچ وقت تسلیم نشن و ادامه بدن و هیچ وقت شکست نترسن، چون شکست آخر راه نیست بلکه شکست یک شروع دوباره است تا که ما دوباره کوشش کنیم، دوباره تلاش کنیم. دقیقاً. و سوفیا جان پیام خودت؟ تشکری از فامیل عزیزم میکنم به خاطر تمام حمایتشون و تشکری خاص از استاد احمد راشد رشید میکنم بابت تمام زحمتاش و تلاشش. ما امروز که در اینجا هستیم از برکت از اونها بودن و همیشه مدیون زحمت ها و قدردانی میکنیم ازشون. و پیام آخرم به تمام جوانان و نوجوانان ای هستن که از خانه نشستن مایوس نشن و دنبال هنر و راه های زیاد است که ما از خانه نشستن بیغم میشیم و با امید که در مکاتب دوباره باشیم. انشالله تقدر پیامای زیبا. تشکر، روز خوب و خوش را داشته باشین. تشکر از همراهی شما هم که بیننده ما هستین. وقفه میگیریم، برمیگردیم. صبح و زندگی ادامه دار.